تروریسم مبتنی بر لغو مالکیت خصوصی. به این معنی اون داده‌های امروزه که میگه شما باید چیکار بکنید، نه تغییر اثباتی خارج فرد. این به این معنی روزمره‌ترش در مورد جنبش سیاسی هم سر می‌کنه. مردم میخوان از شر جمهوری اسلامی خلاص شن، دنبال یه رهبری میگردن که اعتبار اینو داشته باشه، لیاقتش و صلاحیت تاریخیشو، و اینقدر خوشایند باشه که پروسه انداختن جمهوری اسلامی رو تحت اون پرچم انجام بده. این پروسه انقلاب سلبیه، رهبری اثباتیه، ولی رهبری اثباتی توی جنبش سلبی. شما باید صلاحیت یه جنبش رو رسمیت بشناسه، اون که میتونه بگیره، خوبه بگیره و میتونه نگه داره. اگه اینو توی ناسیه یه حرکت سیاسی اجتماعی ببینن، مردم به عنوان رهبری قبولش میکنن. و دیگه از اونجا به بعد چون نه رو همراه این جریان گفتن، آره رو هم همراهش میگن. یعنی اگه شما بگی آقا جان ما جریانی هستیم که برابری زن و مرد رو میاریم، مدلی که تو برای برابری زن و مرد بعداً پیشنهاد میکنی به طور عادی قابل قبول باشه، رهبری شغل سر کار میره ما میشه تو بینه ترس شدی بری پیاده شد. در نتیجه مدل اثباتی بس برمیگرده تو بعد از نهز تحریم و داشته باشه بس. ولی بحث انتخاب شدن یه حزب رهبری جنبش اجتماعی به قرار گرفتنش تو صدر جنبش اجتماعی اینه که ثابت کنه رهبر لایقی برای امیال توده هاست، رهبر لایقی برای پیاده کردن و به ثمر رسوندن پروسه‌ای که شروع شده مستقل از برنامه ما بدون تبلیغات ما. مردم اینجا گفتم این نسل جمهوری اسلامی رو نمیخوان، دنبال یه رهبری میگرده توی بافت سیاسی جامعه که لیاقت اینو داشته باشه، صلاحیت سیاسی اینو داشته باشه، صلاحیت معنوی، بینشی، سازمانی، برنامه اینو داشته باشه که این جنبش رو پیروزی برسونه. این صلاحیت رو دادن فقط یه سری مدل برای پیاده کردن جامعه نیست. این صلاحیت یعنی حضور، یعنی دسترسی مردم به این حزب، یعنی دسترسی دیدن این حزب در بجنات جوانه مختلف جامعه، یعنی دیدنش به عنوان یه حزبی که میتونه اصولی تصمیم بگیره و تصمیم عاقلانه بگیره و دیدنش به عنوان پدیده بزرگ. همه اینا رو معنا میشه چیز کرد، اینا ملزومات تبدیل شدن به رهبری اجتماعی. فقط مردم مثلا چیز نیست، مسابقه پوش و مسابقه دختر ملک زیبایی دختر شایسته نیست سیاست، که ایشون دور کمرش نداده، سوادش نداده و اون تاج هم به قیافش میخوره میشه اینو به انتخاب میکنه. اینطوری نیست. من نبودم دوری کمه دختره ملکی. این انتخابیست بر مبنای اینکه طرف میتونه به ثمر برسونه. من خودم به عنوان فرد فکر کنم اپورتونیستام دقیقا داره از این خاصیت استفاده میکنه. وقتی امکان گرایه میارم مثلا مردم میخوان یکی یک کاری صورت بده، درسته؟ اینا میان با یه فرمول که کلش ممکن نیست، باید جزئی باشه و ما میتونیم جزئاً ترتیبات اصلاحات رو ببینیم، میتونیم این تفاوت تو زندگی شما بذاریم. مردم با خودشون میرن اول با فرق اینکه کلش ممکن نیست، با اینکه من تو دولتم، پارتی دارم، بالا هم ببینیم از خود حکومتم میتونم اصلاح کنم، مردم رو دنبال خودشون میکشن. این به خاطر همون واقعی که ما میخوایم یه بخش دیگرش استوار بشیم، اونه که مردم میخوان صلاحیت و لیاقت و توانایی رهبری کردن جنبششون رو توی جریانی ببینن. فقط با خوندن برنامه‌هاشون و روزنامه‌هاشون به دست نمیاد، بعد یه حضور و دسترسی عمیق سیاسی و عملی داشته باشه تو جامعه برامون بخش از اینا. من پاسخم به این ترتیب به این بحث آیا توی تحولات کمونیسم میتونه قدرت بگیره یه آره مشروطه، به شرط اینکه مجموعه وسیعی از شرایط تامین بشه، به شرطی که مجموعه وسیعی از شرایط تامین بشه، پیش شرطهای فراهم بشه، کمونیسم ایران یه شانس داره که قدرت رو بگیره و به اصطلاح جامعه رو الگوش تعیین کنه و شکل بده. میرسن بشه به سوال حاشیه، من چند تا اشاره میخوام، نمیخوام بحث رو سر اقتصاد انجام. به نظر من میتونه بگیره و این ملزومات بستگی پیدا میکنه به نیروی آقل حزب کمونیست کارگری که ما عضوش هستیم. خیلی برای همین تشکیل شده، برای این کار میکنه. این که مسلط باشه به وظایفش به نظر من جای تردیده. این که ما میدونیم باید چی کار کنیم، حتی میتونیم اگه بدونیم باید چی کار کنیم بکنیم، جای تردیده جدیه. ولی فقط اندیشه مارکسیستی یه کلمه زدی رو میگه پراکتیک کن دیگه، اگه میدونی باید بری اونجا برو دیگه، یا میرسی یا نمیرسی. کسی به خاطر اینکه ممکنه نرسم که تا الان منصرف نشده از رفت. در نتیجه این مسیر رو باید طی کرد
و به نظر من یکی از سرمایه های این پروسه حزب کمونیست کارگری. حزب کمونیست کارگری پدیده ایست که در طول 20 سال با نقد سیاسی، با نقد تئوریکی، با گذشتن از مراحل عملی بسیار متنوع و پیچیده و به گذرگاه خیلی دردناکی تبدیل شده به جریانی که مشخصات که من گفتم میتونه از خودش بروز بده. یعنی ساده نیست دفاع بدون ولش از نقد تو جامعه اسلامی که طرف هنوز حتی سازمان آزادی خواهش حاضر نیست به این راحت حرفش بزنه. ساده نیست صحبت کردن از لغو مالکیت خصوصی به عنوان هدف فوری جامعه. خیلی ثابت نیست از ثابت آسون نیست صحبت کردن از کسب قدرت. اینا بحثای شده. اگه کسی علاقمند باشه به تاریخ این که چی باید میشه تو معنی حرف بزنه، باید بره کوهی ادبیات رو بخونه. از بحث دولت و دورهای انقلابی تا بحث اسطوره بورژوازی ملی تا بحث‌های سازماندهی کارگری تا بحث شوروی، همه اینا و مبارزاتی که تو قلمروهای مختلف سیاسی کرده ما رسیدی به یه جایی که یه صف چند هزار نفری آدم هست که این صف به نظر میاد تو خودش داره اینو میبینه که این نقش رو بازی کنه. این بزرگترین سرمایه این پروسس به نظر من. وگرنه کسی اصلا دورش قلم میگیره. وقتی چپی که نخواد بیاد سر کار وجود نداشته باشه، چپی که میتونه بیاد سر کار وجود نداره. در نتیجه چپی که میخواد بیاد سر کار و به نظر من یه مینیمومی از ملزومات برخوردار شده الان وجود داره. یه کار هرکولی میبره اون دیگه بیرون بحث امروز ماست. من فقط میخواستم بگم این امکان وجود داره، کمونیسم میتونه سر کار بیاره. یکی دو تا نکته فرعی رو اشاره کنم. بقامون سر قدرت و مسئله اقتصادی. به نظر من میتونیم بعدا توی فرصت‌های دیگه بحث کنیم. به نظر من عملی اگه فرض کنیم علیه ما بمب و کروز نمیندازن و معاصره اقتصادی حاضرن با اون تجارت کنن، معاصره اقتصادی نمیکنن، حاضرن بذارن ما از بازار تکنولوژی بخریم، حاضرن بذارن ما جامعهمون اقتصادش سازمان بدیم بدون اینکه توطئه نظامی اعلام بکنن، اگه فرض کنیم ثبات این حکومت زیر سوال نیست، به نظر من سازماندهی جامعه مرفه‌تر با همین امکانات موجود فوراً ممکنه. فوراً ممکنه به دو دلیل. یکی اینکه نیروی انسانی که آزاد میشه، به نظر من آدمیزاد آزاد و خوشبخت بهتر ایجاد میکنه و خلق میکنه و تولید میکنه. همون وقت ثابت میشه. ابتکار میزنه، دل میده، تمرکز به خرج میده، پرسوزه. به نظر من رشد اقتصادی که یه جامعه آزاد و خوشبخت، فوراً خوشبخت، جامعه‌ای که برای خودش احترام قائل میکنه، در درجه اول به خاطر آدم باشه. نه قبل اینکه پول هست یا پول نیست. یه زیاد آدم میزنن مسکن میسازن، مدارس رو نوار میکنن، کارخونه‌ها رو بازسازی میکنن، سازمان‌های جدید خلق میکنن، انرژیشون رو میریزن، دل میدن به کار. جامعه نیروی انسانی عظیم به دست میاره که الان نداره. یه عده آدم دیپرس، ناراحت، محروم که داره برات میدونه داره برای وجود بیگانه کار میکنه و بعد هر چی زودتر کمتر خلاص شد کمتر کار کنه و به من چه که داره چه بلای سر این پروسه میاد رو داریم الان مقایسه کنم. بخش الانش 30 درصدش هم بیکار افتاده، بیکار هست، کار نیست بکنه. در صورتی که تو اون جامعه داره که میشینن نقشه میزنن که با هم یه جواب چیزی رو بسازن. ببینید نهایتا به نظر من انسان زنده بزرگترین سرمایه سوسیالیسم و این انسان اول آزاد میشه. دومی که به نظر من حیف و میل و ریخت و پاش تو این ممالک فوق العاده زیاد، یعنی سرمایه‌ای که تو این کشور ایران صرف برقراری اختناق و لفت و لیس طبقات حاکم میشه بی حد و هست. ما همون اولش به سادگی خیلی بیشتری میتونیم تضمین کنیم که چیزایی مثل بهداشت، آموزش و پرورش، ترانسپورت، هنر و مسکن و قضا از حیطه بازار بیاد بیرون. میمونه هر کسی مسکن داره، هر کسی قضا داره، هر کسی میتونه سوار پرتار بشه بره هر جمعه پیادش بیدید نمیگه ازش، هر کی بره دانشگاه است نیسته، هر کی بره دکتر معاینه شده. این منابع اون کشور داره که اینو تامین کنه. از هم فرد اینطور نیست که آقا پول نداریم منو بدیم. چی پول نداریم برای اینکه نمیخوایم داشته باشیم، برای اینکه این سیستم استثمارگر به نظر من عملی این کار و سیستمی که خود من پیشنهاد میکنم اینه که ما بیایم نهایتاش مردم رو یکی پس از دیگری از دست بازار آزاد بگیریم، بدیم بیرون سیستم بازار، بنا به تعریف عنوان حق شهروندی حقت باشه. برای مثال ترانسپورت که مثال میزنم هیچ چیزی مانع از این نیست که شما بیاید قطار اتوبوس مجانی، شما خواهی 2000 بندازی تو مقاد ننداز، بعدا از یه دیگه میگیرم شما چی لزوم میبره تو 2000 بندازی سوار پر سوار شده خواستی پیاده شدی، سازماندهیش آسون تره، کلی نیروی کار آزاد میشه، کلی پروسه سر و رسول کنه، یه سری قطار سریع ساعتای بیرون میاد، برو تو پیاده شو. و
آخه خرجی داره دیگه، اون خرج رو من شاید از مالیات یه دیگه گرفتم دارم. اینطور نیست که کار پیچیده بعضی مجانی کردن ها و بعضی از بازار. وقتی شما الان شما فکر کنید کانادای کارگری چند درصده معاشش رو، چند درصد درآمد و قدرت خریدش رو صرف مسکن، بهداشت، آموزش، پرورش، غذا میکنه. ترانسپورت 80 درصد 80 درصد دستمزد طرف دیگه مهم نیست. داره اینا. جامعه بخش زیادی کار مزدی رو به این ترتیب از بین برده. طرف کاری که میکنه در واقع برای اون 80 درصد اونا رو داره، داره برای به خاطر اون تفاوت 20 درصدش نیست اون تو کار. بعد اینم از شرط بدن چیز میکنه. بعد اینم توی پروسه حساب شده حتی اون 20 درصد محصولات لوکس جامعه که تفننی جامعه هم میاره بیرون از سیدش به سازمانی میده که بهش استفاده کنه. پروسه تولید چی، مدیریت چی، غیرش اینا همه نظر من جوابای روشن جوابایی میشه پیدا کرد با توجه به تکنولوژی کامپیوتری امروز، با توجه به قدرت مبادله اطلاعات جهان امروز. ولی اگه معاصر اقتصاد اینا بشی من اصلا نیست دیگه یعنی فکر میکنم یه کشوری که معاصر اقتصادیش میکنن بهش توپ میزنن بدون از فردا بیمه بیکاری بده بره. یعنی اساس کلید قضیه اینه که کمونیسم پیروز بتونه به یه همزیستی با جهان زمان خودش برسه، حداقل 10 سال تو بار خود شده من بعد ببینه حالا حرف حساب مردم چی کیش چی میگه، کی داشت زور میگفته بگه آقا شما دیگه زور نگو من زور از خودم میگم. یه نکته دیگه، آقای تجربه شوروی، آیا بعد از سقوط شوروی اصلا ملت به مردم به کمونیسم وقت فرصت میدن؟ قبول میکنم کمونیسم مطرح بیان دنبالش، من فکر میکنم این کار ممکنه خیلی جا نکنن تو اروپا نمیکنن ولی تو ایران میکنن. این ارزیابی مشخص نمینه مردم ایران به خاطر سقوط بلوک شهر کمونیسم بوریز نشد. کمونیسم همونطور گفتم میتونه اسم سازمان معتبر مشهور باشه، از نظر من کمونیستی تو نیست که شوروی که سقوط کرد. فکر نمیکنم شما برید تو ایران بجز تعداد استاد دانشگاه دو خردادی بیاد صدا بزنه بگه آقا کمونیسم شکست خورد خوب بیشتر شما بکاری. توده اصلی مردم مشکلی با این کلمه ندارن، مشکلی با این لفظ ندارن، به خصوص که بستگی داره که از کمونیسم چی میشنن. به یه معنی سقوط شوروی اجازه داده که کمونیسم ما رو به روایت خودمون بشنن. کی میره مدل روسیه رو جلو جلو ما بذاره؟ کسی که اصلا مطالعات کرد. مردم عادی میشنن که کمونیست ها آمدن و این حرفا رو میزنن. در نتیجه یه درجه شرط اینم شفاف داره. برای رفاق بحث من خلاصه کلام اینه. تحولات ایران رو به سرنگونی جمهوری اسلامی داره. دعوا بر سر جایگزینش جدیه. کمونیسم ایران یه جنبش حاشیه‌ای و خردسال نیست در برابر نیروی بازیگر اصلی، میتونه بازیگر اصلی این صحنه باشه، شانس داره به قدرت برسه با این فرض که مجموعه از منظومات که اینجا به طور مختلف اشاره کردم تامین بشه. آره رفقا صحبت داشته چند نوبت دیگه